موسوی گفته بود من قماربازم نه ورقباز باز خاتمی دنبال براندازی نرم است و موسوی دل در گروی سخت موسوی قمارباز از ترس قطع ارتباط با آمریکایی ها به خودفروشی افتاده است به گزارش یک سایت داخلی ایران ارگان رسانهای نزدیک به محافل امنیتی در گزارش خود مدعی شده که جلسه میرحسین موسوی و مشاورانش پس از راهپیمایی روز قدس سال 88 را شنود کرده و در همین رابطه نوشته نزدیک به یک هفته پس از آنکه آشوبگران در روز قدس شعارهایی چون نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران سر دادند یک جلسه محرمانه در دفتر یکی از استانداران سابق دولت اصلاحات برای بررسی وضعیت و اتمسفر فتنه برگزار می شود. در این جلسه یکی از حاضران در بحث رو به موسوی لیدر فتنهگران کرده و با لحنی تحریک آمیز به او می گوید آقای مهندس آنچه در خیابان بر زبان هواداران شما جاری شده بزرگتر از مقیاس ادراکی ماست. بهتر از کمی محتاطتر رفتار کنید. بنابر گزارش دیدبان ایران، این ارگان رسانه‌ای نزدیک به محافل امنیتی در ادامه نوشته موسوی که انتظار شنیدن این جملات را از جانب مشاور خود نداشت با تحکم به این فرد میگوید که جنبش برای جذب حداکثری نیاز به آن دارد که رادیکال تر شود نخست وزیر سابق برای آنکه فضای جلسه را تغییر دهد با تمسخر و لحنی لودوار میگوید که تازه اول عیش است حاضران در جلسه که انتظار چنین پاسخی را از جانب لیدر فتنه نداشتند کمی جا خورده و سعی می کنند واقعیت صحنه را برای موسوی شهر بدهند یکی از مشاوران که سابقه حضور در وزارت کشور را نیز داشته و مهندسی رأی برای سران فتنه می کرده وارد دیالوگ با موسوی شده و به او می گوید که یک ورق باز همه برگهایش را برای رقیب رو نمی کند. بهتر از شما کمی آرامتر رفتار کرده و بر اساس واکنش حریف و وضعیت زمین قدم به قدم پیش بروید. قرار نیست یک شب هواداران شما نظام را تغییر بدهند. موسوی با شنیدن این جملات از کوره در رفته، از جای بلند شده و به سمت درب خروجی برای ترک جلسه می رود. اما در آخرین لحظه دوباره به سوی میز گفتگو آمده و رو به مشاورش میگوید یادت باشد من ورق باز نیستم بلکه قماربازم آن روزها احتمالا کسی در میان مخاطبان و مشاوران موسوی معنای آن جمله عجیب را متوجه نشد اما سه روز بعد از این جلسه محرمانه رابرت گیتس رئیس سازمان سیا به یک شبکه آمریکایی کدهایی داد که برای تفسیرگران معنای قمارباز را عیان می کرد. رئیس سیا به شبکه آمریکایی گفته بود که در ایران پس از راهپیمایی روز قدس شکاف ایجاد خواهد شد که به تدریج عمیقتر نیز خواهد شد. این افسر عالی رتبه شبکه جاسوسی ادامه داده بود که هر قد ذریب نارضایتی های سیاسی در ایران به سود جنگ منطقه‌ای بیشتر شود، آمریکایی ها از آن راضی تر خواهند بود. حالا معلوم شده بود که چرا موسوی خودش را نه یک ورق باز به معنای سیاستمداری پروگماتیس با اهدافی مشخص و در چارچوب بلکه یک قمارباز خوانده که میتواند بر سر مصالح و منافع ملی کشورش با دشمن بر سر یک میز نشسته و آنقدر مست و مسخ قدرت گردد که همه چیزش را به تاراج بگذارد. آقای قمارباز بعدها بیشتر روحیات و خلق و خوی عجیب خود را به نمایش گذاشته تا جایی که جز برخی مشاورانش در پاریس که به گروهک مزخرفین خلق وصل بودند مابقی او را ترک گفته و موسوی روز به روز منزوی تر گردید. این انزوا تا جایی پیش رفته است که او در دیماه سال 96 به صورت علنی با گروه های موساد هم پیمان شده و در آبان سال 98 با عبور علنی از آرمان خمینی آفتابه به دست خودش را بخشی از پروژه سازمان سیا در ایران تعریف کرد. بعدها یکی از حاضران در جلسه محرمانه مشاوران به اصطلاح فتنه سال 88 در جمعی گفته بود که موسوی نه شخصیت سیاسی بلکه حیثیت خود را در پیش چشم همگان قمار کرد. پس از فرونشستن شراره آتش اقتشاشات شبکه فحشا در چند محله و شکست طرح سازمان سیا برای دادن وکالت سیاسی و یک شاهزاده فراری بار دیگر شبکه جاسوسی برای جلب مشارکت خاکستری ها به سراغ کارت موسوی در تهران رفته و با نوشتن این بیانیه عجیب طرح سوریه سازی ایران را روی میز گذاشته است. این روزنامه دروغ پرداز در ادامه می گوید هرچند که موسوی پیش از این سعی کرده بود با فرستادن علائم و اشاراتی خواست از جمله انتشار یک اطلاعیه و کشیدن چند طرح و نقاشی خاص برای خودش در پروژه ققنوس جا باز کند اما در آن روزها کمیته خرابکاری موسوی را کارت سوخته نامیده و اعلام کرده بود پیرمرد آلزایمری نمیتواند نقش مهمی در شبکه داشته باشد این روزنامه در پایان اضافه می کند این روزها وضعیت موسوی حتی بدتر از افسر خائن سوری مناف آقای قمارباز از ترس قطع ارتباط با امریکایی ها به خودفروشی افتاده است. شاید این وضعیت رقتانگیز نیاز به محاکمه اورانیز از بین برده است. او حالا مجبور است در تنهایی و انزوای مطلق با خودش و گذشتهش بجنگد. چرا جنازه خامنه ای زحاک رهبر کثیف حکومت را دفن نمی کنند؟ برنامه رژیم برای دفن شبانه و بی سر و صدای خامنه ای فاتحه جمهوری اسلامی خوانده شد زحاکلی خامنه ای رفت به جهنم الکساندرو پالومبو که برای نقاشی های دیواریش در ایتالیا شهرت دارد بار دیگر در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری فاسد اسلامی در میلان با مارچ سیمسون جدیدی بازگشت. اگر در نقاشی اول این شخصیت کارتونی محبوب و مشهور جهان در همبستگی با زنان ایرانی گیس بلند و آبی رنگش را میبرید و در دومی با گیس بریده انگشت میانیش را حواله رهبران جمهوری فاسد اسلامی میداد، این بار در نقاشی زیبا و جدید خود رهبر دجال جمهوری فاسد اسلامی را به درک واصل کرده است این نقاشی پیام بسیار روشنی برای مردم ایران دارد چرا که به تازگی مشخص شده که رهبر دجال جمهوری فاسد اسلامی ایران به درک واصل شده اما جنازه منحوس او را دفن نمی کنند علت عدم دفن جنازه این زهاکین زه است که میخواهند این کار را شبانه و بی سر و صدا انجام دهند. به نظر میرسد فاتحه جمهوری فاسد اسلامی نیز خوانده شده است.